در کمتر از یک ماه مانده به شروع سری دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن جهان را آماده می‌کند. دولت آمریکا تقریباً آخرین اقدامات دیپلماتیک و آگاهسازی متحدین و کشورهای نزدیک را آغاز کرده است. گیتا آریان آماده است تا در این مورد بیشتر توضیح بده. از اقدامات دیپلماتیک شروع کنیم گیتا. حتما. براین هوک، سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت خزانه‌داری، شهرام ببخشید وزارت خارجه، از چهارشنبه یک سفری رو شروع کرده، ابتدا به هند، برای اینکه میدونیم که در هند مسئله فروش نفت ایران به هند اینجا مطرح هست. اونجا با مقامات مختلف صحبت خواهد کرد و بعد با همراه آقای هوک، معاون مدیر کل بخش امور انرژی وزارت خارجه همراهش خواهد بود. پس 100% صحبت در رابطه با نفت خرید ایران هست. بعد از اون آقای هوک به لوکزامبورگ میره که اونجا که وزرای اتحادیه اروپا نشستی دارن با اونها صحبت بکنه و بعد به فرانسه میره، اونجا هم با همراه مقامات امور بخش امور انرژی وزارت خارجه که همراهش هست، با همتایان خودشون اونجا و مدیر کل سازمان انرژی بین المللی صحبت خواهد کرد و بالاخره در بلژیک هست که با همتایان خود آمریکا از اتحادیه اروپا در رابطه با فعالیت‌های یا برنامه موشکی جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد و به طور کل مسئله همین مسئله برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست. شهرام، گیتا، خزانه داری هم یه هشدارهایی داده، درسته؟ درسته، همینطوره. خزانه داری یک هشدار 19 صفحه‌ای در واقع داده که این شامل انواع و اقسام راههایی که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی رو دور زده، همه رو با جزئیات آوردن در بخش‌های مختلفی که مثل کشتیرانی، مثل حواله کردن پول. یک نکته جالب این که مثلا میگن که اصلا مقامات ارشد بانک مرکزی ایران خودشون یک عاملی هستن برای دور زدن تحریم ها و اینکه پول به حساب شخصی اصلا حواله میشه. به هر حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در رابطه با تحریم ها مجددا صحبتی کرد. ما پیام یکسانی به کشورهای جهان دادیم و رئیس جمهوری هم گفته است که ایالات متحده به اعمال مجدد تحریم ها متعهد است. علاوه بر این تحریم ها، خب ما از مقامات مختلف دولت پرزیدنت ترامپ بارها شنیدیم که غیر از اینها تحریم های دیگه هم احتمالا در راه خواهد بود. شهرام، گیتا آریان، ممنون از تو.